سلام به شما عزیزان، به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو از واشنگتن. واشنگتن یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، سنای آمریکا به حزب جمهوری خواه بازگشت و اکنون مجلس نمایندگان و سنا در مجموع کنگره آمریکا در کنترل اکثریت حزب جمهوری خواه خواهد بود. این انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا چه پیامدهایی در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا به ویژه در مورد ایران خواهد داشت؟ در سالگرد گروگانگیری، بررسی بیلان گروگانگیری و زیانهایی که برای مردم ایران داشته است، گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، ادامه تنش در روابط تهران و واشنگتن، با تغییرات تازه در کنگره آمریکا، یا این تنش فروکش خواهد کرد یا رو به افزایش خواهد گذاشت؟ آیا آنگونه که اسرائیل، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و دیگر منابع خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی همچنان در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای است؟ پیامدهای سیاست خارجی و آمریکا ستیز جمهوری اسلامی بر زندگی روزمره مردم ایران، آخرین خبرها را در این عرصه پی خواهیم گرفت، مورد بحث و تفسیر و گفتگو قرار خواهیم داد در گفتگو با آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم، و آقای هوشنگ امیر احمدی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای امیر احمدی سلام به شما. سلام به شما چالنجی عزیز و به همکارای شما و به همه بینندگان شما. آقای حسن اعتمادی گرامی در استکهلم که رو به سردی روزافزون گذاشته، سلام و درود و خوش آمد. سلام خدمت شما جناب چالنجی عزیز، همکارانتون، بینندگانتون و جناب آقای هوشنگ امیر احمدی. آقای امیر احمدی، پرسش این هست، ببینید بینندگان ما هم احتمالاً خبر دارن، اکثریت سنا از دموکرات‌ها در پی این انتخابات 4 نوامبر به حزب جمهوری‌خواه منتقل شد. کنگره در اختیار حزب جمهوری‌خواه خواهد بود با اکثریت، در برابر سیاست‌های اوباما که به مماشات در برابر ایران تعبیر و تفسیر شده. چه آینده ای رو میبینین؟ چه تأثیری میبینین روی سیاست واشنگتن در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بقیه برنامه‌هایی که جمهوری اسلامی داره، از جمله حمایت از تروریسم، از جمله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در این؟ بله، اولا خب آقای اوباما یه 3 دیگه وقت داره، چون کنگره بعد، کنگره جدید، این افرادی که جدید استخدام شدن، انتخاب شدن، تا ژانویه سر کار نمیان، بنابراین یک دوره لیم داک هست، اردک شل به اصطلاح. به این دوره رو آقای اوباما مطمئنم استفاده های زیادی ازش خواهد کرد. مثلاً اگر بخواد برنامه‌ای با ایران داشته باشه و یا یک کار دیگه‌ای بخواد بکنه، تو این دوره که هنوز مجلس دست دموکرات‌هاست و مجلس
تقلقه انجام خواهد داد. بنابراین ایشون هنوزم یه سماهی فرصت داره یه سری از کارا رو انجام بده. اما وقتی که به ژانویه رسیدیم، ژانویه 2015، واقعا زندگی آقای اوباما آسون نخواهد بود. این کنگره جدید فقط این نیست که جمهوری خواه ها اینا گرفتن، واقعیت اینه که تمام رؤسای کمیته های مهم مثلا سنا و به اصطلاح مال چیز که بود مال مجلس نمایندگان که قبلا دست اونا بود، ولی همه اینا دست جمهوری خواه میفته. به دو تا از این مثلا کمیته روابط خارجی، خود ریاست به اصطلاح مجلس سنا یعنی رهبر اکثریت، بعد کمیته های نظامی، به اینا دست رپابلیکن ها میفته. مثلا آقای کوکر جای آقای منندز هم میگیره، که چه منندز هم تند بود در رابطه با ایران، کوکر ازش هم تندتر خواهد بود. نکته مهمتر اینه که به هر حال یه اجماعی در طرف مخالف اوباما به وجود خواهد اومد که تا الان یا نبود یا گاهن بود، و این در سر ایجاد میکنه. ولی در رابطه با ایران، ایران باید خیلی دقیق باشه. واقعیت اینه که هر معامله ایران با اوباما انجام بده، اگر این مورد قبول جمهوری خواه نباشه، یعنی مجلسی که داره میاد نباشه، این مجلس اون قرارداد رو براش دردسر ایجاد میکنه، مخصوصا روی تحریم ها و اینا، و مشکل بیشتر میشه. بنابراین من فکرم اینه که هم اوباما و هم ایران باید هر دو مواظب باشن که سعی نکنن از این دوره لیمداک به اصطلاح اردکشن سوء استفاده بکنن و بلافاصله بخوان یه قراردادی رو سرهم بکنن که به اصطلاح یه حرفی رو زده باشن و یه کاری کرده باشن برای تاریخ به اصطلاح، ولی تاریخی که همش 3-4 ماه بیشتر طول نخواهد کشید زمانش. این خیلی مهمه که ایران توجه بکنه که الان دیگه اوباما اون آدمی رو که فکر میکردن هست و میتونه به ایران یه امتیازاتی بده و اینایی بده نیست. یعنی اگه حتی امتیاز هم بده، امتیاز کوتاه مدت خواهد بود، عمرش بسیار کوتاه خواهد بود و مشکل زا خواهد بود بعدا. یعنی میتونه کنگره بعدا پس بگیره؟ اگر کنگره میتونه پس بگیره و هم اصولا میتونه بدتر از پس گرفتن باشه، برای اینکه اون وقت جمهوری خواه ممکنه با عصبانیت بیشتری وارد این میدون بشن و ایران رو و اوباما رو متهم بکنن به اینکه سوء استفاده کردن. بله، البته خوب میدونید، احترام دارید که در خود دموکرات هم بسیاری هستن که مخالف سیاست اوباما بودن، باراک اوباما در برابر برنامه هسته جمهوری اسلامی، روی از دموکرات هم چنین. آقای اعتمادی گرامی، در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی به نظر میرسه هنوز ختمش روشن، یک دست یک پاچه برای روشن کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا سیاست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا وجود نداره. همچنان تشتت هست، همچنان دو جناح یا دست کم دو جناح در این زمینه به اصطلاح فعالیت میکنه. بگذاریم از گروه های فشار که اصلا حسینیه فرض کنه نارمک هم میتونه در سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی اثر بذاره، دسته سینه‌زنی متوسلین و ابوالفضل عباس هم در شهر ری میتونن بیان و آنچه را که وزیر خارجه فقی بافته یک شبه به هم بزنن و از بین ببرن. بفرمایید. یعنی اراده لازم، شفافیت لازم، یک دستی لازم، یک پاچگی لازم برای اینکه آقا رابطه با آمریکا میخوایم به نفع ما هست یا نه نمیخوایم، تموم شد رفت، مثل خیلی کشورهای دیگه ای که در زمان شوروی سابق. بفرمایید. منم فکر میکنم جناب چلنگی عزیز که اصولا رابطه بین ایران و آمریکا در طی تمام این 36 سال هیچ وقت رابطه روشن و قابل اعتمادی نبوده، چه در دوره‌ای که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، چه یا آقای احمدی نژاد، یا گرایشات مختلف یا جناح‌های مختلفی که در حکومت اسلامی ایران بودن. یعنی بدبینی از هر دو طرف همواره وجود داشته و این بدبینی همچنان هست. امروز آقای سردار نقوی فرمانده
نیروهای بسیج گفته که مذاکراتی که ما داریم با پنج به علاوه یک و به خصوص با امریکایی‌ها می‌کنیم، داریم آخرین اولتیماتوم ها رو بهشون میدیم، یعنی با یک زبان تهدید. از ابتدا هم که رهبر آقای خامنه‌ای گفته بود که بنده هیچ اعتمادی به امریکا ندارم، اما مخالفتی هم با تلاش دولت آقای روحانی برای اینکه بتونه مذاکرات اتمی رو به نتیجه برسونه هم ندارم و ایجاد رابطه به امریکا. اما این بدبینی همواره وجود داشته، از سوی دیگه از سوی سیاستمداران امریکا هم این بدبینی وجود داشته. من تصور نمی کنم اصولا با انتخاب به اصطلاح نمایندگان یا حتی رؤسای جمهور امریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در طی این سالهای گذشته نقش اساسی اصولا در تعیین سیاست بین امریکا و ایران داشته. این رابطه همیشه همراه با تنش بوده، همراه با بدبینی بوده نسبت به هر دو سو و تا به امروز هم این قضیه ادامه داره. و همطور که خود شما به درستی اشاره کردید، در ایران هنوز نشانه های کاملا روشن و مثبتی که نشان دهنده این باشه که واقعا حکومت اسلامی ایران قصد ایجاد روابط مناسبتر و دیپلماتیک و بهتری رو با امریکا داره وجود نداره. دیروز 13 آبان مصادف با به اصطلاح اشغال سفارت و تسخیر سفارت امریکا یا به قول حکومتیان لانه جاسوسی بود و ما دیدیم باز هم هزاران نفر از مردم ایران، حالا ما یا مردم یا وابستگان به حکومت به هر ترتیب، باز هم به خیابان اومدن و شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس سر دادن. از آقای اوباما رو آدمکش رو درست کردن، لباس شمر به تنش کردند و پرچم‌های امریکا و انگلیس و اسرائیل رو آتش زدن و شعار مرگ بر امریکا همچنان به اصطلاح وجود داره و چند تن از سرداران سپاه هم در این جریان، در این تظاهرات یا میتینگ شرکت کرده بودن. اینا همه علائم و نشانه‌های این هستش که همچنان رابطه ایران با امریکا تیره است، همراه با تنشه و با توجه به شرایطی هم که امروز در خاورمیانه به خصوص وجود داره، دخالت‌های به اصطلاح ایران در امور مسائل منطقه، همه اینها نشون دهنده یک رابطه به اصطلاح اگر نگیم به شدت خصمانه، اما در بطن این رابطه، رابطه دشمنی و خصومت به نظر من هنوز جریان داره. آقای امیر احمدی، یکی از انتقاداتی که به خصوص در دوره پرزیدنت اوباما میشد، به ویژه به وزارت خارجه، همینطور به اصطلاح دموکرات‌های کنگره، این بود که گوشه شنوا، بسیار شنوایی داشتن برای کارگزاران یا لابیست های جمهوری اسلامی در واشنگتن و این باعث گمراهی اونا شد، گمراهی های بسیار شد. این انتقادیه که متوجه شد، اطلاعات نادرست درباره ایران، همونطور که در مورد جای دیگه هم بودن لابی هایی که چنین کرد، که کارگزاران پادوها از عنوانی در فارسی بهشون داده میشه. آیا با تغییرات اخیر در کنگره آمریکا قلمروی عملکرد لابیستا، کارگزاران، پادوهای جمهوری اسلامی در واشنگتن محدودتر خواهد شد یا خیر همچنان سیاست واشنگتن در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر در ایران و بقیه مسائل متأثر از به اصطلاح بلندگوها یا سخنگویان یا کارگزاران حکومت ایران در واشنگتن خواهد بود با پولهای کلانی که از تهران دریافت میکنند یا منابع مربوط به تهران؟ بله، من فکرم اینه که اگر هم جمهوری اسلامی توی واشنگتن لابی داره، لابی موثری نبوده و نیست و هیچ ارزشی هم نداره. اگر هم از اینا پول میگیرن، وای به حال و ملت ایران و بیچاره ملت ایران که پولش به هدر میره. واقعیت اینه که دولت ها، مخصوصا دولت های امریکا، به لابی های بسیار فقط قدرتمند که نفوذ بزرگی در سطح ملی مخصوصا انظر قدرت مالی دارن گوش میدن، نه به اینایی که هوچی بازی میکنن و ایمیل این ور اونور میکنن و چهار تا مقاله این ور اونور میکنن. اونا واقعا هیچ ارزشی ندارن.
سیاست امریکا رو هم اینا تعیین نمی کنن. سیاست امریکا بخیر، ولی اثر میذارن و هست و بوده، مثل شورای اصلا ایرانیان آمریکایی یا هر چیزی که بوده. بعد عرض کنم که نه، اینجوریه اصلا. امریکا اول یه سیاستی رو پیش میگیره، بعد در رابطه با اون سیاست از نیروها استفاده میکنه. مثلا یه وقت سیاست جنگه، نیروهایی که جنگ طلبان توی واشنگتن قدرت پیدا میکنن، یعنی دولت به اینا فضا میده که پروپاگاندا بکنن. یه وقت سیاست صلحه، به اونایی که دنبال صلح و آشتی هستن فضا میده و پروپاگاندا بکنن. این نیست که اونایی که پروپاگاندای صلح میکنن تاثیر میذارن روی وایت هاوس، یا جنگ میکنن تاثیر میکنن روی وایت هاوس. فقط گفتم اون نیروی تاثیر میذاره که به سیستم از درون نزدیک، یا تو سنا، توی نمایندگان، مجلس نمایندگان، توی وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و مخصوصا کاخ سفید، یه قدرت مهم مالی و سیاسی دارن. ایران هم که لابی رو نداره، لابی های ایران بیشتر اونایی هن که با باد میرن جلو. مثلا کسانی من میشناسیم الان طرفدار همین مذاکره و رفع تحریم هستن که تمام مدت طرفدار تحریم بودن. میدونید کسانی رو میشناسیم که الان میگن باید بین ایران و امریکا باید یک صلحی برقرار بشه، که طرفدار جنگ بودن. اینا برای چی؟ برای اینی که اینا به دهن کاخ سفید دارن نگاه میکنن، و چون میبینن اوباما داره اونجوری فکر میکنه، اونجوری میرن جلو که اصطلاح یه فضای برای خودشون بسازن، پولی تهیه کنن، کاری از این دست. اما نکته مهم به نظر من اینه، به اعتقاد داشتم از روز اول به تا الانم دارم، که سیاست کلی امریکا در قبال ایران و سیاست ایران در قبال امریکا در این دو سال گذشته، یک سال گذشته از زمان آقای روحانی، عوض نشده. یعنی اتفاقی که افتاده یک سری حرکت های تاکتیکی در کنار اون استراتژی اساسی آمریکا رو چی بوده این سیاست؟ اولا من یه توضیح رو بدم، اجازه بفهم امیرم، برای که بینندگان ما بسیارشون نمیدونن، در جریان نیستن. اینجا کار لابیگری در واشنگتن یه کار مشروعی است، یعنی غیرقانونی نیست. مشروع نه، غیرقانونی نیست، ولی مشروع هم نیست. نه، به هر حال لابیستایی هستن آقای لابیگری. اینجا یعنی کار مشروع به این معنی که غیرقانونی وقتی نیست مشروعه. نه، حالا غیر قانونی نیست، برای همین نه بستگی داره به تحریم. وقتی دفتر دارن در خیابان، نه این مربوط به ایران، کشورهای مختلف، شرکت های مختلف، سازمان های مختلف دفاتری از حتی استخدام میکنن. بله بله، برای اینکه چهره دولت ها رو اگر زشته یه مقدار تبلیغات بکنن بهتر نشون بدن، مثل قضیه سوریه، در قضیه اشغال لبنان دولت سوریه به هر حال لابیستایی رو استخدام کرد اینجا و جای دیگه. بله، عرض کنم که لابی دستک دارن. اینی که آقای امیر احمدی راجع به ایران میگن خیر، اطلاعات یک مقدار بیشتر، این که بله روسته کمپانی هایی که پول دار هستن، این کمپانی ها برای دستشون هم پره از نظر پول، اما پادوهای جمهوری اسلامی یا کارگزاران یا لابیست های جمهوری اسلامی هم پشتشون به درآمدهای بسیار کلان ایران هست. در موقعی که آقای محمد جواد ظریف در اینجا بود، به هر حال ارتباطاتی که ایشون داشت، پولهایی که به کسانی میرسید در واشنگتن، و به هر حال ملاقاتهایی که ترتیب داده میشد، اینا بحثای بسیار طولانی است که امیدوارم در یه برنامه ویژه بهش بپردازیم. پرسش من این هستش که سیاست اوباما که شما اشاره کردین تغییر نکرده، چه بود غیر از مماشات، غیر از آنچه که مورد انتقاد قرار گرفته بود طی سالها، حتی در جریان جنبش سبز که مردم در ایران شعار میدادن یا با ما یا با اونا، به صراحت آقای اوباما، باراک اوباما برای آقای خامنه ای بارها پیام فرستاد و عملا نشون داد که در سیاستش نسبت به ایران همچنان متمایل به مماشات با حکومت یا کجدارمریض با حکومت ایران هست، و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در ایران و پیگیری نکردن از این بابت. بفرمایید. بله، اول اینکه لابی کردن برای جمهوری اسلامی در امریکا
غیرقانونیه، برای اینکه جمهوری اسلامی روی لیست دولت‌های حامی تروریسم هست و فقط کسانی میتونن برای جمهوری اسلامی، سازمان فرق نمیکنه، آدم لابی کنن رسما که در وزارت دادگستری امریکا، مخصوصا توی اون جاستیس کشور، اینجا اونا ثبت نام بکنن به عنوان لابی و بعد وقتی که ثبت نام کردن باید به طور رسمی بیان وارد این میدون بشن. ما هم که آدمی آقای امیرحمد عذر میخوام ازتون، برای اینکه الان میریم یه بحثی رو وارد میشیم که خیلی طولانی است. شما بهتر از من میدونید که کسانی که برای جمهوری اسلامی در واشنگتن لابی میکردن زیر عنوان لابیست کار نمیکردن. شورای ایرانیان آمریکایی کسانی هستن تابعیت آمریکایی دارن، به عنوان ایرانی تبارهای آمریکا فعالیت میکنن، چون هیچ همچین کارهایی نمیکردن. یا جمهوری اسلامی از طریق عرض کنم خدمتتون بنیاد علوی یا جاهای دیگه، من نمیخوام وارد این بحثا بشیم. من خب بسیاری از کرسی‌ها در دانشگاه‌های مختلف و با به طرق مختلف خریدن، آقایانی مثل موسویان و بقیه که متهم به تروریسم هستن در جای دیگه هم اومدن در اینجا در تدریس میگن، وارد این بحث نمیخوام بشیم جزئیات. بله، به عنوان لابیست جمهوری اسلامی کسی اینجا رجیستر نکرده، ولی به این عناوین سیاست آمریکا آیا تغییرات پیشبینی میشه درش داده بشه؟ آیا در آینده و آیا همین گروه ها که با نقاب های مختلف کار میکنن، آیا دامنه فعالیتشون همچنان رفت و آمدهاشون به وزارت خارجه، مهمانی های کاخ سفید و جاهای دیگه همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ بله، عرض کنم که سیاست امریکا در قبال ایران از سالها پیش و هم اکنون حتی سیاست تنبیه و تشویق بوده و سیاستی بود که از یه طرف تحریم های زیاد میذاشت، از یه طرف دیگه هم میخواست جمهوری اسلامی رو بیره روی میز مذاکره. این سیاست هدفش در تحلیل نهایی خلع سلاح جمهوری اسلامی بود، برای اینکه اصولا از یک جمهوری اسلامی که بخواد قدرت بگیره، بمب بسازه، نمیدونم سلاح‌های استراتژیک دیگه داشته باشه، حتی یه ارتش قوی قراردادی معمولی داشته باشه، نگران بودن تو منطقه. و بنابراین سیاست امریکا در هم اکنون به در گذشته سیاست تنبیه و تشویق بود. تنبیه به معنای که از طریق تقریبا از طریق تحریم ها اعمال شد و گاهی هم تهدید زور جنگ و اینا، ولی در کنار اونم راه رو باز کرده بودن برای مذاکره که دولت رو بکشن سر میز و جونش رو یواش یواش بگیرن. به این سیاست کار کرده، یعنی الان اتفاقی که داره میفته اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اون تنبیه ها و اون تحریم ها و مسائل دیگه اومده روی میز مذاکره و یواش یواش داره جونش رو از دست میده. حالا بحثش اونو ما میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. سیاست جمهوری اسلامی در قبال امریکا در این چندین سال گذشته، در واقع دو 30 سال گذشته، حداقل از وقتی که آقای خامنه ای رئیس رهبر بوده، همیشه یک سیاست نه جنگ و نه صلح بوده. از یه طرف نمیخواسته وضعیت رو به یه جایی ببره که امریکا باش وارد جنگ بشه، از طرف دیگه هم نمیخواسته این وضعیت به جایی برسه که بین ایران و امریکا عادی سازی بشه. هر موقع کفه ترازو به طرف عادی سازی بیشتر شده، تهران شروع کرده به داد و فریاد و یه سری کارهایی کردن که در واقع امریکایی‌ها رو بیشتر گری کردن، دشمنتر کردن و بنابراین ترازو به طرف زور و جنگ رفته. ولی هر موقع طرف جنگ، این کفه جنگ زیاد شده، مثل همین اواخر قبل از اینکه مذاکرات هسته‌ای شکل بگیره، وقتی که اون کفه جنگ و زور خیلی قوی میشه، جمهوری اسلامی میاد وسط، امتیازاتی میده و این ترازو رو به تعادل میرسونه، دوباره نه جنگ و نه صلح. این سیاست جمهوری اسلامی بوده و این سیاست به نظر من تا وقتی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست ادامه داره. یعنی اعتقاد دارم که هرگز تا وقتی که ایشون سر کار هست بین ایران و امریکا نه جنگ خواهد شد و نه صلح، برای اینکه جنگو نمیذاره، برای اینکه امتیاز میده که نشه، صلح هم نمیذاره برای اینکه به محض اینکه یه ذره کفه صلح زیاد شد به هم میزنه جریانو. این کل جریان ایرانه. بنابراین تصادفا این همین سیاست رو امریکایی هم به یه شکلی اعمال کردن، یعنی به محض اینکه ایران
یه ذره به طرف صلح میره، امریکایی‌ها میپرن وسط و میگن حالا خب خوب شد بیا بشینیم سر این. یعنی در واقع من هنوزم مثلا ندیدم هیچ رئیس جمهوری دموکرات یا رپابلیک یا جمهوری خواه فرق نمی کنه، هیچ کدومشون یه سیاست نداشتن که بگن آقا یا جنگ یا صلح. سیاست امریکا هم سیاست نه جنگ و نه صلح بوده. حالا مشکل اینجا بوده، یعنی الان خود آقای خام رو احمد آقای من خودم به شخصه همیشه با آقای اوباما یا قبل از اون آقای بوش میگفتم با جمهوری اسلامی سیاست نه جنگ و نه صلح پیش می نبرید، یا صلح کنید یا جنگ کنید. خب و من خب خودم طرفدار صلح بودم، میگفتم این کارا رو برای صلح بکنید، اگه نمیخواید خب برید دنبال جنگ و دعوا. چرا نکن همه این سیاست ها سر شما سوی امیر احمدی همین بر به اینا گفتین نکنیم آقای خامنه ای چی بیشی نگفتیم. من هرگز طرفدار سیاست نه جنگ و نه صلح نبودم، اینو به من نمیتونید. من خیلی موازم روشنه، من همیشه سیاست نه جنگ و نه صلح رو من نفی کردم و خواهم هم کرد. پس همه این مشکلات اینه که نه تهران نه واشنگتن به شما گوش ندادی. تفسیر شما رو میشنویم. آقای حسن اعتمادی گرامی، آیا سیاست های تهران و واشنگتن هر دو یکیست؟ و آیا این سیاست از جانب تهران به سود مردم ایرانه؟ نه خیر، ولی من اگر اجازه بدید من میخواستم این رو بگم. اولا من احساس میکنم امروز من با یه آقای هوشنگ امیر احمدی دیگری روبرو هستم به عنوان یکی از فعالان سیاسی، اگرچه در بیان مطالبی که ایشون مطرح فرمودن خب هنوز تناقضاتی وجود داره، ولی اینکه ایشون میفرمایند که نه طرفدار جنگ بودن نه طرفدار صلح، خب واقعیتش اینه که اینطوری نبوده، ایشون همیشه طرفدار صلح بودن، اگرچه همه ما هم با جنگ مخالف بودیم و همیشه اصرار داشتن، چه در دوره‌ای که آقای بوش بود چه در دوره‌ای که آقای اوباما بود، همونطور که خودشون هم اشاره کردن خواهان لغو تحریم ها بودن. من به این موضوع نمیخوام برگردم که لابیگری از لحاظ حقوقی در امریکا چه شرایطی چه به اصطلاح وضعیتی داره، ولی این رو نمیشه نادیده گرفت که شاید آقای هوشنگ امیراحمدی بارزترین و مشهورترین فرد سیاسی بودن که در واشنگتن در سالهای گذشته پیش از دیگران حتی به عنوان فردی تلاش میکردن که بین ایران و امریکا لابیگری بکنن. همواره نظرشون این بوده که روابط حسنه ایجاد بشه، معتقد بودن که داشتن روابط اقتصادی و سیاسی از سوی امریکا با ایران به نفع ایرانه، اگرچه تمام نظریات ایشون به هر حال متاسفانه درست در نیامد. به هر حال ایشون تا جایی پیش رفتن که حتی دوره قبل خودشون رو کاندید کردن برای ریاست جمهوری و برای من خیلی عجیبه که خب البته مثبته اینکه امروز رسما بیان میکنن که با حضور آقای خامنه ای هیچ کاری در ایران نمیشه کرد و این به نظرم یک پیشرفت بسیار مثبتیه. خب اگر اینطور بود چگونه آقای امیراحمدی کاندید ریاست جمهوری شده بودن که برن با اعلام وفاداری طبق قانون اساسی ایران، وفاداری به قانون اساسی، وفاداری به رهبر ایران یعنی ولی فقیه، بخوان به عنوان رئیس جمهور شانسشون رو به معرض به اصطلاح آزمایش بگذارن، شانسشون رو امتحان بکنن برای رئیس جمهور شدن. برای واقعیت اینه که من خواستم فقط بگم این تغییرات رو حتی هر چقدرم اندک باشه در مواضع آقای هوشنگ امیراحمدی من مثبت ارزیابی میکنم، بهشون تبریک میگم و امیدوارم روی همین موضع بیستن. امروز الان این بله خب برای در این زمینه حرفی داشته باشم آقای امیر احمدی خواهند زدن. پرسش من برمیگرده به این که این سیاستی که اشاره کردن نه جنگ نه صلح از جانب بله. تهران بله. آیا به سود مردم ایران هست به و آیا واقعیت همینه که تمام مسائل به شخص خامنه ای برمیگرده؟ نه خیر. یا این که در جمهوری بله. اسلامی علتهای دیگه وجود داره که این روابط با غرب به ویژه آمریکا همچنان دوچار تنش هست، یعنی بله. مصالح مختلف جناهای مختلف که یکی مصلحتش در برقراری رابطه میبینه، جناح قدرتمند دیگه ای در همین وضعیت موجود و تنشی که هست و سیاستهای دیگه ای هم که حمایت میکنن مثل هر سیاستی که زینفوز است در منطقه، نداشتن رابطه بین ایران و آمریکا به سودشه. خیلی میگن روسیه چنین میخواد. بفرمایید. بله. عرض کنم که اولا سیاست نه جنگ نه صلح هیچ وقت به نفع مردم ایران نبوده و نخواهد بود و به نفع حکومت اسلامی است، به خصوص به نفع به اصطلاح جناح غالب در حکومت اسلامی، ولی فقیه، سرداران سپاه
که از این وضعیت میتونن بیشترین سود و استفاده رو ببرن. اما اینکه واقعا ایران و امریکا در طی این سالها چه سیاستی رو داشتن، به نظر من امریکا همواره تلاشش این بود که بتونه به اصطلاح با ایران کنار بیاد، نه تنها امریکا بلکه اتحادیه اروپا، تمام کشورهای اروپایی قصدشون این بود که با ایران کنار بیان و همین امروز هم دارن این تلاش رو میکنن. اما جمهوری اسلامی بنا به تایید فرمایش جناب آقای هوشنگ امیراحمدی نیست، همیشه این جنگ نه صلح رو خواسته و به یک معنا سیاست های جنگ طلبانه خودش رو نه به طور مستقیم در برابر امریکا و غرب، بلکه در برابر جریانات نزدیک و قدرت های نزدیک به غرب در منطقه پیش برده. یک معنا سالهاست که جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران جنگ را آغاز کرده. امروز کجا در خاورمیانه شما جنگ و آشوب و کشتار میبینید که پای حکومت اسلامی ایران در اونجا وجود نداشته باشه؟ نه امروز، در سالیان بسیار طولانی از جریان اسرائیل گرفته در بین فلسطینیان، در سوریه، در عراق و تمام منطقه روز به روز نفوذ خودش رو حکومت اسلامی گسترش داد برای مقابله کردن با امریکا و کشورهای دوست امریکا، اسرائیل، عربستان، مصر در منطقه خاورمیانه. و این سیاست همچنان امروز هم ادامه داره. امروز هیچ گونه به اصطلاح تمایلی از سوی حکومت اسلامی ایران به طور جدی برای صلح و سازش و حفظ امنیت در منطقه وجود نداره، به دلیل اینکه هنوز حضورش در لبنان هست، هنوز حضورش در سوریه هست، هنوز حضورش در عراق هست، هنوز امروز معتقده که گروه داعش دست پرورده امریکاییاست، با پول امریکا و اسرائیل و عربستان داره عمل میکنه و ایران وانمود میکنه که تنها نیروی مخالف داعشه، در صورتی که نطفه به اصطلاح اولیه تروریسم و جنگ در خاورمیانه رو خود حکومت اسلامی ایران به اصطلاح بست و شروع کرد. و امروز ما این شرایط رو میبینیم که روز به روزم پیشتر میشه، به اصطلاح پیشتر میره. بنابراین به نظر من برخلاف تصور دوستانی که فکر میکردن که ایران رو میتونن متقاعد بکنن که با امریکا و غرب سر سازش داشته باشه، بر اساس سیاست ها و نکاتی که به طور مختصر خدمتون اشاره کردم نشون میده که هرگز حکومت اسلامی ایران خواهان صلح نبوده. تفسیر شما رو و توضیحی اگر هست آقای امیر. بله، عرض کنم که اولا از من آقای اعتمادی صحبت منو اشتباه شنیدن، شاید هم خوب کار نمیکنه بلندگو. ببین، من نگفتم نه طرفدار جنگم نه طرفدار صلح، من همیشه طرفدار صلح بودم. من 30 سال زندگیمو گذاشتم توی رابطه ایران امریکا و میخوام عادی کنم. گفتم من مخالف نه جنگ و نه صلح هستم، یعنی یه وضعیتی که الان وجود داره، نه جنگ وجود داره نه صلح وجود داره، من طرفدار صلح هم، طرفدار جنگ نبودم و نخواهم هم بود. من برای ملت ایران فکر میکنم بهترین آپشن صلحه، جنگ نیست. وضعیت نه جنگ و صلحی هم که الان داریم برای ملت ایران چیزی به بار نیاورده جز بدبختی، جز فقر، جز فقاهت، چیزی نداره. بنابراین موضع من خیلی روشن بوده، روشنم هست و تا ابد هم همین خواهد بود. اما فکر من اینه که برای رسیدن به صلح هم ایران و هم امریکا باید هزینه میدادن. متاسفانه هیچ دو طرف حاضر نیستن اون هزینه لازم رو برای صلح بدن و بنابراین چون نه جنگ و نه صلح میدونید برای هر دو یه وضعیت عادی و خوبی بوده، هم واشنگتن هم تهران سر اون یک شکلی غیر مستقیم توافق شده که آقا نه جنگ بکنیم نه صلح بکنیم، بیایم قضیه هسته‌ای رو حل کنیم، بریم قضیه فلان چی رو کار بکنیم، ولی توی افغانستان با هم همکاری کنیم، توی عراق با هم همکاری کنیم، ولی صلح نکنیم، جنگ هم نکنیم. این وضعیتیه که وجود داره، یه واقعیت. یک سوال آقای امیرحمدی، کجا جمهوری اسلامی در این مدت سال مذاکرات اتمی آمده و در برابر خواست منطقی جامعه جهانی کاملا کوتاه اومده و بعد اومد آمریکا یا بقیه کارشکنی کردن؟ یه جایی باید باشه که مثلا آمده جمهوری اسلامی گفته بله ما این چیزی که شما میخواین غنی‌سازی یا هرچی که هست بقیه مخلفات ما کوتاه میاییم و شما اون وقت ببینید جامعه جهانی اومده دبه در آورده. یک موردشو نشون بدید ممنون میشه.
یعنی اینی که چون شما اشاره کردید که در تهران یه حالت نه جنگ نه صلح میخوان، در غرب هم همینه به ویژه آمریکا. بله ببینید، من خودم به شخصه همیشه در این 27 سالی که تو رابطه ایران امریکا بودم هرگز طرفدار مذاکره روی یک موضوع مشخص نبودم. من همیشه طرفدار مذاکره روی رابطه بودم. ببین الان اتفاقی که توی ایران بین ایران و امریکا داره میفته سر رابطه نیست، اصلا بحث رابطه ایران امریکا نیست، سر غنیسازیه، اورانیومه، یکی از مسائله. بعدم از اونجا میپرن مثلا به تروریسم، بعد اونجا میپرن به افغانستان، یه جاهای دیگه میخوام. ولی من مخالف بودم، من مو اولش هم گفتم نوشتم که من مخالف اصلا مذاکره هسته‌ای هستم. این مذاکره هسته‌ای باید سر مذاکره رابطه انجام بشه که یکی از اون مشکلات هسته‌ایه. خب متاسفانه اینجوری نشد. آقای روحانی و ظریف و اینا یک تئوری دیگه ای داشتن که باید ببینید از هسته‌ای شروع کرده بعد رفت جلو و از این حرفا. اما ایران چه چیزی داده و چه چیزی گرفته؟ خب توی هر مذاکره ای یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. اعتقاد من اینه که ایران بیش از اون چی که گرفته داده. مثال میزنم، شما توی همین مذاکره، همین قرارداد ژنو که یک سال خورده پیش امضا شد یا حدود یک سال پیش امضا شد، دوام بگذشته، ببین ایران 6 و خورده میلیارد دلار از پول خودشو، یعنی پول خود ملت ایران و امریکایی‌ها ضبط میکنن یا اروپایی‌ها ضبط میکنن، بعد از اون پول 6 و خورده میلیارد دلار به ایران میدن، در مقابل از ایران میخوان که غنی‌سازی 26 از بین ببره، که فردو رو ببنده، که بره عراق رو از هیوی واتر به لایت واتر بکنه. الان هم بحث اینه که هر کیم که غنی سازی تمام کل اون 19 هزار تا سانتریفیوژ رو متوقف کنه، فقط 9 تاشو فعلا کار بکنه، و اون کاری هم که میکنه اون محصولش نباید از 7 8 هزار مثلا کیلو بیشتر بشه. الان هم دارن توافق میکنن که هر چی رو که این سانتریفیوژا که احتمالا حدود 4 هزار تا خواهد بود غنی سازی بکنن، این اورانیوم غنی شده رو بفرستن روسیه. یعنی دیگه بدترین شرطی رو که ایران میتونه بپذیره، یعنی یه ترکمنچای دوم که بفرسته روسیه، روسیه اینا تبدیل کنه به سوخت، برگردونه به ایران 3 برابر قیمت دوباره به ایران بفروشه. میخوام بگم که ببین وقتی که حکومتی خوب فکر نمیکنه، وقتی که از اول وارد میدون خوب نمیشه، این مسائل ایجاد میکنه. کدوم که سر جنگ با عراق انجام شد، سر گروگانگیری انجام شد، و حالا هم سر غنی سازی داره انجام میشه. شما میگه چه امتیازی داده؟ آقای چلنگی خیلی امتیاز داده. شما میخواد به ایران چه کار کنه؟ ببینید برابر قانون امتیاز. ببینید اجازه بفرمایید، بحث من دادن امتیاز و گرفتن امتیاز نیست. یک کشوری هست جهان اینطوره، اینی که اساسش درستی یا نادرسته ما واردش نمیشیم. خب یک کشوری هست آمده و یک موازین بین المللی رو نقض کرده، یا دست کم بقیه اعضای سازمان ملل یا عمده اعضای سازمان ملل میگن آقا این کشور این قوانین و این چارچوب رو نقض کرده. ایران هم یکی از امضا کنندگان اون هست. آقای چلنگی شما چراغ قرمز رد شدی، سرعت بالا داشتی، خب نقض میکنه آدم قانونو، بعد دیگه نمیکشنه دیگه. دولت قانون میاد میگه آقا تو چراغ قرمز رد کردی $100 بده دیگه. اجازه بدید شما یه ملتی رو برای اشتباه یه حکومت به گروگان که نمیگیری که. شما الان توی همین قرارداد ژنو رو بخون، نمیدونم خوندین یا نه، اجازه بدین تو قرارداد ژنو رو بخون، جمله جمهوری اسلامی توی این قرارداد وجود نداره، یعنی کلمه جمهوری اسلامی توی این قرارداد وجود نداره. دولت جمهوری اسلامی اومده از طرف ایران، نه جمهوری اسلامی، با اروپا و امریکا یه قرارداد امضا کرده. یعنی تا ابد این ملت زیر بار اون قرارداد نشسته. من اعتراض دارم به این نکته. که من دارم اینه که ایران خیلی امتیاز داده. همون جمله اول این قرارداد میگه ایران تا ابد
تحت هیچ شرایطی نمیتونه بمب داشته باشه تا ابد، تحت هیچ شرایطی. ایران، نه جمهوری اسلامی. خیلی خوب، حالا فردا اگه عربستان سعودی آقای چالنگی بمب بسازه، تکلیف ما ایرونیا چیه؟ خب من چیه واقعا؟ اجازه بفرمایید من اینجا نم کسی رو معاکبه میکنم، ولی سوال اینه که چه کسی وضع رو به اینجا رسوند؟ حرف من دارم میگم جمهوری اسلامی. آقای امیرعلی اجازه بفرمایید، من میگم جمهوری اسلامی، من این هستش که کجای این مذاکرات چندین ساله ای که میشد کوتاه اومد، میشد به نتیجه که مطلوبی رسید، میشد اطمینان جلب کرد، کجا اونجا با جامعه جهانی ایران راه آمد و جامعه جهانی نپذیرفت؟ اگر از ابتدا مذاکرات درست هدایت میشد به جایی میرسید؟ چه کسانی مسئول این هستن که ایران در این وضعیت به اینجا رسیده؟ این سوال رو اجازه بدین آقای اعتمادی پاسخ بدن. بخواه اول بگم فقط ببین مسئول این جریان آقای امیرعلی، برنامه طرفه نیست، اجازه بفرمایید آقای مهمان دیگه ما هستن پاسخ میدن، بفرمایید. جناب چالنگی، برخلاف اظهارات آقای هوشنگ امیرعلی، ایران هیچ گونه عقب نشینی نکرده. مقامات آژانس همین هفته پیش اعلام کردن در سال گذشته حکومت اسلامی همکاری لازم برای شفاف سازی فعالیت های اتمی خودش نداشته. معنا و مفهوم این مسئله یعنی این که از اونجایی که دنیا و امریکا و تمام جهان و غرب نسبت به فعالیت های اتمی حکومت اسلامی ایران مشکوک بودن از روز اول، به خاطر اینکه به طور پنهانی فعالیت اتمی خودشون رو شروع کردن، به طور پنهانی این تکنولوژی رو خریدن، به هیچ کجا نگفته بودن، به هیچ سازمان بین المللی اعلام نکرده بودن، این شک همچنان امروز وجود داره. اینکه حکومت اسلامی ایران در طی این سالها از طرف مقاماتش، این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، گاهن پای گفتگو اومدن با مقامات امریکایی یا با سازمان‌های بین‌المللی، با سازمان انرژی اتمی و غیره، صرفاً برای خریدن وقت بوده و صرفاً به خاطر همون سیاستی که ایشون اشاره کردن، نه جنگ نه صلح، که بتونن این وضعیت رو ادامه بدن تا اینکه به تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. ضمن اینکه ایشون اعتراض داشتن، من صحبت‌های ایشون رو به دقت توجه نکردم. بنده هیچ گونه تحریفی و جابجایی تو صحبت‌های ایشون هم نداشتم. بنده گفتم که آقا نه جنگ نه صلح، شما مشخصاً از من پرسیدید نه جنگ نه صلح آیا به نفع کسی است؟ گفتم به نفع مردم نیست، به نفع حکومت اسلامی ایرانه. و واقعیت هم اینه که این که امروز ایشون مطرح می‌کنن که این قرارداد بین مردم ایران شده و ایران شده و بین دولت‌ها نبوده، واقعیتش اینه که این از یک جهت درسته، اما آقای امیرعلی به عنوان یکی از لابی‌های سرشناس در این سال‌ها در رابطه با ایران و امریکا، همواره نظرش این بوده که مقامات دولت امریکا رو با مقامات دولت ایران رو به سر میز مذاکره صلح آشتی، صلح که نه، آشتی برسونن، به دلیل اینکه ایشون اعتقادی به نقش مردم نداشتن در تعیین سرنوشت کشور خودشون. بنابراین این تناقض‌گویی ها وجود داره. این که شما فرمودید که بله، ببخشید آقای اعتمادی، ما در جانب اینجا بحثمون عملکرد آقای امیرعلی نیست، یعنی اون یک بحث دیگه است که امیدواریم یه روزی ایشون میتونن موافق باشه، میتونن قبول نکنن، بیایم راجع به سابقه کار ایشون در این امور صحبت کنیم یا نه. بحث من این هست، سوال من این هستش که چه کسی، چه دولتی مسئول هست؟ گیرم که اصلا تمام پنج به اضافه یک جامعه جهانی یک جامعه خشن بیرحم دنبال مساله و منافع خودش، اصلا بحث من اون نیست، اما چه کسی مسئوله که وضعیت ایران، اون چه که ایشون به قرارداد ژنو اشاره کردن که چند بارم از من پرسیدن آیا خوندین و توصیه کردن، بله بنده هم قرارداد ژنو خوندم، در اونجا لابلاش هم به ایران اشاره میشه و هم به حکومت ایران و همه این بند و بنود درش مورد اشاره هست. ببینید چه کسی ببخشید، نه حکومت ایران، فقط ایران، نه اشاراتی هست درش که حکومت اصلا ایران اصلا نه عمل کرد. وقتی برمیگردم به گزارش ها اجازه بفرمایید، حالا اون یه روزی متن شما میاریم اینجا کامل برای بینندگان میخونه. بس من این هستش که آقای اعتمادی، چه کسی، چه وضعیتی باعث شده که ایران به اینجا برسه که با خاری و خفت
پای بسیاری از قراردادها رو امضا بزنه، دو تا همونطور هم که بزنه. پای قرارداد آتش بس با عراق رو امضا گذاشت، همونطور که جام زهر رو سر کشید. آیا الان وضعیت به جایی نرسید که این حکومت هم میخواد جام زهر رو سر بکشه و هم اینکه وانمود کنه از سر ناچاری به مردم بعد از این همه سالها که این نخه جام زهر نیست، این شربت گواراست؟ آیا این نیست وضعیت در مورد ایران و چه کسی به اینجا رسوند این همه ضرر و زیان؟ جناب چالنگی، من فکر میکنم که عدم وجود دو عامل اساسی باعث شده که حکومت اسلامی ایران در طی این سالها همه مسائل رو به نفع خودش تموم بکنه، یعنی به نفع کسانی که به صورت مافیایی این کشور رو 36 ساله در دست دارن. یکی حضور مردم در عرصه مبارزات و دخالت مستقیمشون در امر تعیین سرنوشت کشورشون، و دوم عدم وجود یک نیروی آلترناتیو سیاسی در برابر این حکومت. این دو عامل باعث شد که اصولاً سرنوشت کشور ما به دست افرادی که 36 ساله که این کشور رو به گروگان گرفتن به یک معنا بیفته، و بعدم عناصری که در یک چنین شرایطی صرفاً به خاطر منافع شخصی خودشون در بین این جریانات، یعنی دولت‌های غربی به خصوص امریکا و ایران، سعی کنن که مداخله کنن، سعی کنن شرایط نزدیکی به وجود بیارن، بدون اینکه این شرایط نزدیکی و این آشتی بین امریکا و حکومت ولی فقیه در ایران منافع من به نفع چه دسته، چه گروهه؟ آیا مردم ایران حتی اگر در بهترین حالت امریکا با حکومت ولایت فقیه وارد مذاکره رسمی و صلح و روابط آشتی می‌شدند، آیا در تعیین سرنوشت مردم ایران کوچکترین اثری می داشت؟ یکی از مسائل مهم در روابط ایران و آمریکا مسئله گروگانگیری بود، نقطه عطفی در دیپلماسی ایران در برابر غرب به ویژه آمریکا، نقطه عطفی در روند امور در خاورمیانه، گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی و پیامدهای آن. آقای امیر احمدی، گروگانگیری، پیامدها، شما الان یک بیلان در دستتون هست، بخواید نگاه کنید به این پس از این همه سالها چه پیامد مثبتی برای مردم داشته، چه پیامد منفی برای مردم. برای خیلی خوب پیامدهای مثبت داشته، از جمله خانم معصومه ابتکار به وزارت و ریاست و اینا رسیدن، آقای زرقامی شد رئیس تلویزیون و بقیه. اینها کسایی هستن که در عملیات تروریستی گروگانگیری نقش داشتن و از دانشجویان خط امام بوده. اما برای مردم ایران، بیلانی که در دست شما هست، چه اثری گذاشت در روابط ایران و آمریکا و پیامدهای زیانبار یا شاید هم سود داشت؟ من اونطور که مردم حکومت ایران میگه، شما میفرمایید. بله، عرض کنم که در تاریخ رابطه ایران امریکا دو تا نقطه عطف وجود داره که هر کی این دوتا رو فراموش کنه کل این مشکل رو نادیده میگیره. یکیش، بله، یکی از این دو تا نقطه عطف کودتای 53 است که حالا شما اسمش هر چی میخواید بذارید، کودتا یا تغییر رژیم یا آشوب، به هر حال اون یه نقطه عطفی بود از دید مردم ایران. اون دخالت امریکا باعث سری تغییراتی شد که به هر حال مشکلاتی ایجاد کرد، نتیجه اون انقلاب 79 شد. متاسفانه اون دخالت امریکا در 53 و بالاخره به این انقلاب اسلامی 79 منتهی شد. انقلاب 79 نقطه عطف دومی به وجود آورد سوای خود انقلاب، همین مسئله گروگانگیری بود. از دید امریکایی‌ها گروگانگیری همونقدر مشکل تو رابطه ایجاد کرد که از دید ایرانی ها اون واقعه 53 ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی از طرف ایران به جریان که نگاه کنیم واقعه 53 عمده میشه، از طرف امریکا که به ایران نگاه کنیم واقعه گروگانگیری. میخوام بگم گروگانگیری اینقدر مهمه، بسیار مهمه، و در این واقعه جز خسارت، جز منفی هیچ چیز نداشته. یه چیز بسیار بدی بوده، غیرقانونی بوده در سطح دنیا، مخصوصا که یه دولت بعدا پشت سرش قرار گرفت از این حرفا. حالا یه دی از همین گروگانگیرا بعدا پشیمون شدن، بعد میگن که نوشداروی بعد از مرگ سهراب اتفاق افتاد، ولی خب دیگه به هر حال اون گروگانگیری اثرش رو گذاشته. همین الان هم تا امروز هم
به نظر من مهمترین مشکل امریکا با ایران نه نه هسته‌ای، نه تروریسم، نه صلح عرب اسرائیل، نه حقوق بشر، مسئله گروگانگیری. 444 روز ایران با اون انقلاب اسلامیش یک کشوری روی ملتی رو به گروگان گرفت و این تا این مشکل تا این عقده حل نشه مسئله حل نمیشه. من اعتقاد دارم و پیشنهادم همیشه این بوده که همون جور که خانم آلبرایت که من آوردمش در سال 2000 در مارچ 2000 اومد از طرف آقای کلینتون رئیس جمهور وقت، وزیر امور خارجه وقت، اومدن از ملت ایران به خاطر این واقعه 53 به دخالتشون تو اون جریان اومدن از ملت عذرخواهی کردن. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی یه عذرخواهی به ملت ایران، به ملت امریکا بده کاره. من هرچی این عذرخواهی زودتر انجام بشه همون قدر بسیار خوب. البته در مورد آلبرایت که ایشون اشاره میکنه، خانم آلبرایت آمد و در مورد آنچه که در ارتباط با دولت مصدق اتفاق افتاد پیامی داد، عذرخواهی کرد، آنچه که برخی کودتا بسیاری هم قیام مینامند حالا مورد بحث ما نیست فعلا. اما خانم آلبرایت در همون وقت توجه نکرد که داره فکر میکرد که وقتی چنین کنه حکومت ایران بسیار هم راضی خواهد شد و اینها، توجه نکرد که مخاطبش حکومتی است که حتی نام مصدق و بر خیابانی تحمل نکرد و بسیاری از پیروان یا هواداران مصدق رو به عرض کنم زندان انداخت و تبعید کرد و کشت امثال فروهر و بقیه رو. یعنی این رو متوجه نبود خانم آلبرایت. یعنی این یکی دیگه از نشونه های گمراهی یا دانش قلیل و کم در سیاست خارجی آمریکا بود که چون این حکومتی رو هنوز فکر میکرد که از هواداران مصدق هست. درباره اون چی که در 53 اتفاق افتاد بحثای بسیار زیادی هست، آیا میشه با گروگانگیری مقایسه کرد؟ پیامدهای 53 اگر سقوط دولت محمد مصدق بود آیا پیامدهاش مثبت بود، منفی بود، چه بود چه نبود؟ بسیار بحث طولانی است. به هر حال کارنامه جلو روی مردم هست، اما کارنامه گروگانگیری پیامدهای مثبت حتی یک دونه داشت باید نشون داده بشه. نظر شما رو میشنویم و وقت ما کوتاه است آقای اعتمادی. چون این قیاسی آیا قیاس منطقی هست با اینکه بسیاری هم به این نتیجه رسیدن که آنچنان هم به اصطلاح چه میگن 53 نقش عمده و اساسی رو آمریکایی‌ها بازی نکردن. بفرمایید آیه. جناب چالنگی، اشغال سفارت امریکا تنها توسط دانشجویان خط امام انجام نشد، بلکه توسط و با حمایت حزب توده ایران و سازمان فدایان اکثریت که آقای هوشنگ امیراحمدی هم جزی از اونها بود در اون دوره، لاغر از لحاظ موازی سیاسی رابطهشون با سازمان اکثریت بسیار بسیار نزدیک بوده، کما اینکه امروز هم همون موازه رو دارن. بنابراین اون اشغال سفارت با کمک نیروهای به اصطلاح انقلابی در گیومه در اون دوران که شعارشون فقط شعار مرگ بر شاه و مرگ بر امریکا بود انجام گرفت و نتیجهش این فاجعه‌ای بود که در طی 36 سال به مرور در عرصه سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به بار اومد. ای کاش ایشون یعنی آقای امیراحمدی خانم آلبرایت را متوجه این مسئله می‌کردن که اون چی که در اشغال سفارت امریکا 13 آبان اتفاق افتاد نتیجهش این بود که کشور ما رو از مسیری که داشت بیرون آورد در سطح بین المللی به عنوان یک حکومت و یک سیستمی که جز حمایت از تروریسم و خشونت و جنگ پروری در طی 6 سال گذشته کار دیگری نکرده. اون چی که ناامنی امروز در منطقه خاورمیانه وجود داره نتیجه حضور و وجود انقلاب اسلامی توسط روحانیون و حامیونش احزاب و سازمان سیاسی که از این انقلاب حمایت کردن بوده و هیچ چیز دیگری نیست. بسیار خوب آقای حسن اعتمادی عزیز، امیدواریم در برنامه‌های آینده این بحث ادامه پیدا بکنه. آقای امیراحمدی با ما باشن، آقای اعتمادی، و بپردازیم به موضوعاتی که هست در عرصه سیاسی روز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با سپاسی دوباره از هر دو مهمان، آقای هوشنگ امیراحمدی در نیوجرسی و سپاس آقای حسن اعتمادی در استکهلم، با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و الوند، کوه، کوهساران زگرس، دلهو و تفتان،
و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.